مثل یک صدای خارجی، یک خنده ای که اغلب بیخ گوشم پیچیده بود. بیخ گوشم شنیده بودم. در گوشم صدا کرد. همین وقت به صرفه افتادم. ناجی، بیا چای بخور. دلم نمیشه. همین وقت به صرفه افتادم و یک تکه خلط خونین، یک تکه از جگرم روی آینه افتاد. با سرانگشتم آن را روی آینه کشیدم. همین که برگشتم دیدم ننه جون با رنگ پریده مهتابی، موهای جولیده و چشمهای بیفروغ وحشت زده یک کاسه آش جو از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه میکرد. اینه چای تمانده بازار وقت که خوردی. یه چی بوی هست؟ مادر، صادق دایت تو میشناسی؟ نی. بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوی دهن، بوی پا، بوی تند شاش، بوی روغن خراب شده، حسیر پوسیده و خاگینه سوخته، بوی پیاز داغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسر که تازه تکلیف شده. میخواستی بری؟ آه، سه دفعه رفتم ترکیه. دفعه اول نبوده و خاک ترکیه داخل شده بودیم که گرفتمون. مقصد باز پلیس و پیسه مایسه تر کردیم، ایران روانمان کرد. دفعه دوم رفتیم نزدیکای استانبول باز گرفتمون. پولیس هم هرچی وزرو مزارت کدیم نشد، دیپورت ما کرد افغانستان. باز دفعه سوم رفتیم استانبول هم رسیدیم، از اونجا طرف یونان میرفتیم که باز گرفتمون. مقصد یک اندیالای بود، گفته بود که اگر گرفتتانه همونجا از ترکیه درخواست پناهندگی کنیم. باز ما هم درخواست دادیم، یک سه ماده کم باندیم و گمش که جگرخونی. آخر سر گفت که نشده، کستان قبول نشده، دیپورت ما کرد دیگه. مقصد همونجا یک پولیس هم دیوالم شده بود، گفت کستان قبول شده، هم اگم سر یکان نفر دیگه سادهش کردن. مقصد بچهش نشد دیگه، هرچی کدیم نشد. فکر میکنی هنوز هم چانس رفتن دو طرف ها هست؟ آه، مگم از طریق ترکیه نه، حال مردم از طرفی روسیه و اوکراین و ایتو جا زیاد میره، خرچش زیاد است، مگم باز چانس تر شدن هم زیاده. بعضی وقتا ما هم میخواییم که او طرف ها برم، اما باز فکر میکنم که شاید در کل دنیا زندگی امیر خم باشه. آه، تو که هست بدبختی در کل جا هست. باز یکان نفره که کارش خوب باشه، موفق باشه، یعنی خودت چی میکنی بری؟ همینجا کار داره، خوب است اونجا باید بری کارهای پایین انجام بدی، کارهای سخت انجام بدی. میفهمی دیگه که در افغانستان هیچ تضمینی بر آینده وجود نداره. آها دیگه، او تو آینده خود در افغانستان و مچون دیران ماجر بودن و تو چیز آینده جور نمیشه. بچهش نمیفهم دیگه، ایج همی تو ماندیم، ایج امید بریم نمانده، نه دل ماندن است، نه پای رفتن. من بعض وقتا سر از این موضوع زیاد فکر میکنم، اما باز به یک نتیجه میرسم که شاید هیچ نقطه دنیا جای بر زندگی نیست، شاید اصلا خود زندگی ارزش زیستن نداشته باشه.
میفهمی من اگه جرأت میداشتم تا حال وقت خودکشی کرده بودم. بچهش دو بخور مرا برسان خانه باز هر جای رفتیم. چشمهای بیمارم حالت خسته، رنجیده و بچگانه داشت. مثل این که همه چیزهای ثقیل زمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم آمد. یک جور کیف شهوتی از خودم می بردم. جلوی آینه به خودم می گفتم. درد تو انقدر عمیق است که تای چشمت گیر کرده. و اگر گریه بکنی یا عشق از پشت چشمت در می آید و یا اصلا عشق در نمی آید. بعد دوباره گفتم تو احمقی، چرا زودتر شر خودت را نمی کنی؟ منتظر چه هستی؟ هنوز چه توقعی داری؟ مگر بغلی شراب توی پستوی اتاقت نیست؟ یک جرعه بخور و دی برو که رفتی. صبح که گرگور زامزا از رویای پریشان بیدار شد، دید در رخت خوابش به حشره غول‌پیکر مبدل گردیده است. به پشت افتاده بود، انگار پشت زری پوش، و چون سرش را کم بالا آورد شکم گنبدوار قهوه‌ای رنگش را دید که به بندهای تاقدار خشک بخش بخش شده است و لحاف رویان قرار نمی گرفت و می خواست سر بخورد و بیافتد. پاهای پرشمارش که در مقایسه با باقی هیکلش رقت انگیزانه نازک بودند، پیش چشمهایش به حالت درمانده تکان تکان می‌خوردند. چشمهای گریگور سپس به طرف پنجره گردید و آسمان ابری، صدای خوردن چکه‌های باران
به ناودان می آمد. اندوهگینش کرد. اندیشید. چطور است یه خورده دیگر بخوابم و همه این محملات را فراموش کنم. اما نمی شد. چون او عادت داشت به پهلوی راستش بخوابد و در حال کنونیش نمی توانست خودش را بغلطاند. ناجی؟ ناجی، دقیقه نان می خوریم. تو باید برای چاپ نوشته ایدم 5 سال پیش که برات پیشنهاد داده بودم تصمیم میگرفتی. دل شاید 2-3 آثار دیگه تان به چاپ میرسید. چسبیدی به سینما که دوام تا بال به جای نرسیدی. هیچ وقت برای چاپ چیزی را نوشته نکردیم. تو میتونستی آدم مشهور شوی. او وقت شرایط پیشرفت و مشهور شدن در ادبیات آسان بود. اما حال کم سخت شده. بازم دیر نیست. مطمئن هستم که خوب استقبال میشی. شاید کتابت به چاپ دوم سومم برسه. بله، نمیخوایم نوشته های ما چاپ کنی. فردا دست نوشته های ما روان کن. میشه انگوشترت برام بدی؟
میفهم چرا اینجا دعوتت کردم؟ امروز تاریخ 13 است. خب کچی؟ و تولد تو؟ با خود فکر کنم که چی برات بگیرم. تولدت مبارک. با خود گفتم که دلیل نداره چیزی که تو از من میخوای و برد نتو. همراهی ما زندگی میکنی؟ ما آدم رومانتیکی هستم، زود دلبسته آدم ها میشم، شاید تا به حاله به بیش از 40 نفر از جمله تو گفته باشم که همراهی ما زندگی میکنی، اما با گذشت زمان یا او خسته میشه یا من. من دوست دارم در طول زندگیم با صدا نفر زندگی کنم، اما در قید هیچ کس نباشم. و خودت بهتر میفهمی که هیچ زن نمیتونم با یه احساساتم کنار بیایم. میفهمی در دنیا هیچ چیز دیگه لذت نداره بجز سکس، در حال که وام به یک عمل مکانیکی تبدیل شده. شاید توی رو درک کرده باشی، ولی بازم با ارزش است. دیگه هیچ چیز معنا نداره. شاید برمه تو شده، شاید چیزای امیدوار کننده در دنیا باشه که من نمیبینم. آره راحت باش، به هیچ چیز فکر نکن. سلام. امروز آدی برای زنگ زده بود؟ امروز دیدمش. آدی در شفاخانه است، داره تو کما، خودکشی کرده. جدی میگی؟ خیلی کار بزرگی کرده که هر کس نمیتونه. بگذارینش راحت بمیره، شاید آمادگی از نزیستن پیدا کنه.